انجمن افغانستان و آسیایی میانه جشنواره‌ای را زیر نام هفته مهاجر در لندن برگزار کرده. در این جشنواره افغان‌های مقیم لندن، شهروندان ایران و کشورهای آسیایی میانه شرکت دارند. همکارم تاجدین سروش که برای پوشش این جشنواره به پارک گینزبری لندن رفته است، اونجا با ما وصل است. تاج، سلام بر تو. از حال و هوای این جشنواره برمون بیشتر بگو. همون قسمی که صدای ساز و سرود در بک‌گراند میشنوی، اینجا ساعت هاست که برنامه های موسیقی، فرهنگی و هنری مردم حوزه فارسی زبان مثل افغانستان، ایران و کشورهای آسیای میانه با جریانشان، البته که در لندن در بریتانیا زندگی میکنند، در اینجا تجمع کردند و این جشنواره به مناسبت هفته مهاجر برگزار شده. هفته مهاجر می داریم که از تاریخ 26 جون تا 22 از تاریخ 14 جون تا 21 جون روزی است که سازمان ملل در تقویمش جا داده و همه ساله در کشورهای مختلف جهان برگزار میشه. در بریتانیا هم این روز برگزار میشه و برگزار شده و مردم هایی که از یک جغرافی خاص هستند مثل افغانستان و ایران و آسیای میانه در اینجا امروز تجمع کردن و این جشنواره را برگزار کردن. البته در از کشورهای دیگر هم این جشنواره را میگیرن. در کنار ما آقای نورالحق نسیمی، مسئولی کسی که این با جشنواره را برگزار کرده، رئیس انجمن افغانستان و آسیای میانه، از خود آقای نسیمی میخوایم بپرسم که هدف از انگیزه این برگزاری این جشنواره ها چی است؟ میتونه این پیام منتقل بکنه برای از این که این فرهنگ و رسوم و عنعنات مردم افغانستان میتونه که از بین نروه و سالهای سال در میان جامعه مهاجر افغانستان در بریتانیا هم وجود داشته باشه؟ خب جناب تاج ارجمند، طوری که شما فرمودین، هر سال در ماه جون در کشور بریتانیا از هفته مهاجرین تجلیل به عمل میآید و این مراسم و جشنواره ها توسط نهادها و سازمان های خیریه و در مجموع مراکز اجتماعی برگزار می گردد. با توجه از این فرصت، امسال ما نه تنها در برگزاری جشنواره هفته مهاجرین تمرکز و توجه خود مبذول داشتیم، بلکه ما از این فرصت برای ترویج صلح در افغانستان از طریق برگزاری کنفرانس صلح لندن که به تاریخ 19 جون در مقر انجمن افغانستان و آسیای میانه با مشارکت تعدادی از دیپلمات های کشورهای خارجی، نماینده های از دولت بریتانیا و همچنان از سایر نخبگان در اونجا مشارکت داشتند. بنابراین هدف اساسی از برگزاری هفته مهاجرین در کشور بریتانیا است که ما به عنوان مهاجرین بر جامعه میزبان نشان بدیم که مهارت هایی را داریم، توانایی هایی را داریم که این توانایی های ما، مهارت های ما میتونه برای توسعه اقتصادی کشور میزبان خیلی موثر تمام شود، همون طوری که اونا از کشورهای آسیای جنوبی فعلا نقش سازنده را هم در بخش سیاست و هم در بخش اقتصاد در کشور بریتانیا وانا بازی کردن. سپاسگزارم از شما آقای نسیمی. همونطوری که آقای نسیمی گفت، برنامه های اینچنین فستیوال ها یا جشنواره ها نه تنها برای حفظ فرهنگ و سنت یک جغرافی خاص در کشور میزبان است، بلکه برای کشور میزبان هم برنامه های اقتصادی و منفعت های اقتصادی هم دارد. بله، ممنون است.